از بالا به پایین، پیک بازوها، تناسب سایز ساعد و بازو، تفکیک عضلات سرشانه و همینطور هم وی زیبای پشت در کنار کات گلوتس و همسترینگ اون. سمیم شیرزاد از سمت شیراز. امروز میخوام راجع به سمیم شیرزاد صحبت کنم، یکی از آینده دارترین بادی بیلدرهای ایران. اون توی چندین سال سابقه مسابقه خودش چندین مدال استانی و کشوری داره و همینطور هم توی آخرین رقابت خودش در مسابقات کاپ آسیایی کیش تونست مدال طلای با ارزشی رو به دست بیاره. اون معمولا با تصمیم مربی خودش استاد علی نعمتی توی وزن 90 کیلوگرم مسابقه میداد، ولی توی دو تا رقابت اخیر یعنی مسابقات کشوری ارومیه و آسیایی کیش توی دسته 85 کیلوگرم با یک کات فوق‌العاده روی استیج حاضر شد. مسابقات کشوری ارومیه اونم حواشی کم نداشت، جایی که با یک بدن کات و بیای با نقص روی استیج اومد، ولی در آخر مدال نقره رو به دست آورد و خب اعتراض سمیم شیرزاد هم به همراه داشت. کردارم دوم که اسمم بنویسن برای کاپ آسیا، ولی دو هفته دیگه من کاپ آسیا هم میخوام چیکار؟ خودم میتونم برم کاپ آسیا. حکم اینجامو میخوام، حقمو میخوام. همه زندگیمون خرج همه چیمون، بگذاری مربی اونی همه برامون تایم بذاره، فلان کنه، بیسار کنه، خواب شبونهش بزنه. همه چی بعد بیان اینجا حقمون مثل لوز بخورن. بعد از مسابقه کشوری هم سمیم شیرزاد در مسابقه کاپ آسیای کیش تونست از نفر اول مسابقه قبلی خودش پیشی بگیره و این بار طلای کاپ آسیای کیش رو به دست آورد. بیایید تحلیل کوتاهی به بدن سمیم شیرزاد داشته باشیم. با اولین نگاه به بدن سمیم، بزرگترین نکته‌ای که به یک بادی بیلدر باید داشته باشه برمیخوریم، یعنی تناسب و تقارن. تناسب بالا تنه و پایین تنه اون کاملا رعایت شده و مشخصا از همون ابتدای بدنسازی خودش این نکته رو رعایت کرده و این باعث شده که به یکی از زیباترین بیلدینگ های حال حاضر تبدیل بشه. مورد دومم حجم فوق‌العاده اون با توجه به کات خیلی مناسب هست که اون رو همیشه به جدی ترین تهدید قهرمانی هر مسابقه ای تبدیل میکنه. با بررسی بالا تنه سمیم میشه حجم عجیب و غریب سرشانه و کات عمیق شکم و پک های منظم اون رو به وضوح دید. همینطور هم از فیگورای پشت که یکی از بهترین فیگورای اون محسوب میشه. از بالا به پایین، پیک بازوها، تناسب سایز ساعد و بازو، تفکیک عضلات سرشانه و همینطور هم وی زیبای پشت در کنار کات گلوتس و همسترینگ اون که اون رو به یکی از کامل ترین پکیج های این دسته تبدیل میکنه. از نمای جفت بازو از جلو هم همینطور که اشاره کردم تناسب سمیم بهترین ویژگی اون محسوب میشه و با بررسی از بالا به پایین میتونم به پیک بازوی مناسب و پهنا و تقارن بی نظیر سینه که قطعا یکی از بهترین و تکامل یافته ترین عضلای بدن اون هست و همینطور هم کنترل عالی شکم خودش توی این فیگور که باعث شده پک های شکم کاملا مشخص باشه. و در آخر هم میرسیم به چهار سر فوق‌العاده اون که یکی از بیای با نقصترین پاها رو داره که توی این دو مسابقه آخر هم بیشتر از همیشه کات بوده و حتی توی این تصویر بهتر میشه تفکیک عضلات اون رو دید. مطمئنن این پسر یکی از بهترین ژنتیکای ایرانی است که با توجه به تغییرات و پیشرفت سریع خودش و سن کمش که متولد 1376 و فقط 24 سال سن داره میتونه در آینده یکی از پتانسیل‌های بهترین بیلدینگ‌های ایران در سطح جهانی باشه. با آرزوی موفقیت برای سمیم شیرزاده عزیز. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو رو تماشا کردید. حتما کانال یوتیوب و اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید تا خیلی سریع از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید. I ain't tripping over shit 'cause I'm watching my step.